خبرها را ادامه بدهیم. به گزارش تلویزیون الجزیره، عبدالقادر النایل سخنگوی تحسن کنندگان رمادی درباره وضعیت رمادی گفت در رمادی درگیری های بسیار سنگینی در منطقه شارع العشرین، منطقه شورته و منطقه الملعب که نظامیان مالکی در آنجا به محاصره در آمده اند در جریان است. در این درگیری ها و نبردهای خونین در جزیره الخالدیه نظامیان مالکی خسارات شدیدی دیدن که نتیجه آن تا الان نابودی 10 هامر و تانک و مین جمع کن و فرار گسترده نظامیان مالکی بوده است. و یفزود مردم و اهالی رمادی از آتشباری کور و کشته شدن زنان و کودکان صبرشان به سر آمده است. تلویزیون الجزیره گزارش داد در درگیری ها در منطقه بوزیاب در جزیره رمادی 7 تن از نظامیان مالکی و نیروهای مزدور وابسته به دولت مالکی کشته شدند و این تهاجم منجر به فرار نیروی مهاجم شد. نیروهای عشایر گفتند تهاجم نظامیان مالکی را از دروازه های جنوبی شهر خونسا کرده و خسارت های سنگینی بر آنان وارد کردند. تلویزیون الجزیره افسود از سوی دیگر یک منبع بیمارستانی در فلوجه گفت بر اثر آتشباری کور بر روی مناطق مسکونی 3 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. بر اثر این آتشباری 3 پزشک هندی و 4 پرستار بنگلادشی در بیمارستان فلوجه مجروح شدند و بخشهایی از بیمارستان نیز آسیب دید. تلویزیون الجزیره به نقل از شاهدان و مقامهای محلی گزارش داد نیروهای عشایر عراق مجدداً شهر سلیمانبگ در استان صلاح الدین را بعد از عقب نشینی نظامیان مالکی به تصرف خود درآوردند. در این درگیری نظامیان مالکی خسارتهای سنگینی متحمل شده بودند. در تکرید فرمانده گردان پلیس ضربت مالکی با 4 تن از نفراتش از پای درآمدند. به گزارش تلویزیون فلوجه در نتیجه آتشباری کور بر روی مناطق مرکزی شهر فلوجه 7 نفر کشته و 19 نفر مجروح شدند. بیمارستان شهر فلوجه اعلام کرد در نتیجه آتشباری نظامیان مالکی از شروع بحران که 41 روز از آن می‌گذرد تا کنون 99 نفر کشته و 464 نفر در این شهر مجروح شدند. آتشباری توپخانه مالکی یک مدرسه در غرب فلوجه را نیز هدف قرار داد. به گزارش تلویزیون عرافدین، شورای نظامی کل انقلابیون عراق اعلام کرد اطلاعاتی از وزارت دفاع دولت مالکی به دست آورده که نشان می‌دهد فرماندهان ارتش در الانبار گزارش مفصلی از وضعیت بسیار بد نظامیان مالکی در الانبار را ارائه کردند. بر اساس این گزارش نظامیان در الانبار به مالکی گفتند که توان ادامه و جنگیدن طولانی مدت را ندارند و باید که یک راه حل سیاسی برای خروج از این بحران اتخاذ شود، چرا که نتیجه نهایی این نبرد به نفع آنان نخواهد بود. به گزارش تلویزیون التغییر، شیخ علی حاتم امیر قبیله دولیم عراق گفت الانبار نمیخواهد زیر هژمونی و حاکمیت رژیم ایران باشد. ما دنبال مشکلات با مالکی نبودیم. ما از دین و اصولمان دفاع کردیم. مالکی دارد از سلاح خائنان بزدل استفاده میکند و بیگناهان را میکوبد. با چشم خودم دیدم که چگونه هواپیماها بمباران میکنند. آیا جنایتی بزرگتر از آنچه مالکی عامل رژیم ایران انجام میدهد دیده اید؟ حتی تروریست ها به مساجد و مدارس و پل ها حمله نکردند، ولی مالکی حمله کرد. روزنامه از سیاست چاپ کووید به نقل از یکی از رهبران جریان صدر نوشت مالکی نخست وزیر عراق در جستجوی یک راه برون رفت آبرومندانه برای عقب کشیدن نیروهای ارتش از استان الانبار است. به بخشی از گزارش از سیاست توجه فرمایید. یکی از رهبران بلندپایه جریان صدر به سیاست گفت از 40 روز پیش تا کنون الانبار شاهد یک تشنج امنیتی روزافزون است و مالکی تلاش می کند تا برای توجیه عقب نشینی آبرومندانه در تبلیغات خود در میان مردم عراق این گمان را دامن بزند که به پیروزی نظامی قاطعی علیه سازمان های تروریستی نزدیک شده است. ولی خروج آبرومندانه ارتش از الانبار که مالکی خواهان آن است به این سادگی ها نیست.
زیرا مشکل دولت عراق این است که این استان سنی را شورشگر می‌داند و خواسته های قانونی که اهالی این استان به طور عام و شهر رمادی به صورت خاص خواهان آن هستند و به خاطر آن بیش از یک سال تحصن کرده اند را نادیده می انگارد. از سیاست به نقد از همین منبع افسود، خلاصه اطلاعات به دست آمده حاکی از این است که میزان خسارت در صفوف نیروهای ارتش زیاد است. به اطلاعات اولیه‌ای در مورد کشته شدن نزدیک به 300 نظامی در نبردها وجود دارد که چه بسا این امر انگیزش پنهان مالکی را در فکر کردن به عقب کشیدن ارتش تفسیر نماید. ارتش وارد باتلاقی از درگیری‌ها شده که شاید ماه‌های زیادی ادامه یابد و به مناطق جدیدی گسترش پیدا کند. به این دلیل که حملات در شهر موسل واقع در شمال عراق از زمان شعله ور شدن جنگ میان ارتش و عشایر مسلح در الانبار 5 برابر شده است. این عضو رهبری جریان سر در گفتگو با سیاست فاش کرد که گفتگوها در داخل اتاقهای دربسته ائتلاف شیعه مالکی را در تنگنا قرار داده است. برخی از رهبران این ائتلاف و دیگران نگران هستند که عقب کشیدن ارتش از الانبار با شعار پیروزی بر تروریستا تنها یک عنوان است و بیش از آن که بیانگر یک واقعیت نظامی و امنیتی باشد، نخست وزیر می خواهد از طریق آن برای منافع سیاسی و انتخاباتی خود استفاده کند. به این معنی که مالکی می خواهد تا قبل از انتخابات پارلمانی که قرار است در 28 آوریل آینده برگزار شود، به بحران الانبار پایان دهد. زیرا که ادامه آن ممکن است به زیان وی باشد. لذا وی تلاش می کند این انتخابات را به عقب بیندازد، ولی اگر تأکید کند که انتخابات سر زمان خود اجرا خواهد شد، تلاش خواهد کرد که ارتش را از این استان بیرون بکشد تا در ظاهر خود را پیروز نظامی قلمداد کند. روزنامه از سیاست در پایان نتیجه گیری می کند اوضاع در استان الانبار به سمت تشدید نظامی بیشتری سیر می کند و چه بسا روند امور در جهت سرنگون سازی دولت محلی وابسته به دولت بغداد پیش برود.